سیزدهمین روز خرداد ماه برابر با سه ژوئن، پل خشتی لنگرود در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. پل خشتی لنگرود که معروف ترین بنای تاریخی این شهر با نام محلی خشت پرد یا خشت پل است، بر روی رودخانه لنگرود ساخته شده که از آبراهای سفید رود سرچشمه می گیرد و از مرکز شهر می گذرد. این معبر ارتباط قدیمی شرق و غرب شهر یعنی محله های راه پشته و انزلی محله را به فشکالی محله متصل می کند. هرچند گروهی از اهالی بومی شهر لنگرود ساخت این پل را به زمان حکام کیایی گیلان و یا عهد تیموری، ایلخانیان و یا صفوی نسبت می دهند، اما به عقیده برخی صاحب نظران دوره ساخت این اثر به زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار باز می گردد که بنا به دستور حاجی آقا بزرگ منجم باشی، پل خشتی لنگرود را شخصی به نام حاجی آقا پرد بنیان نهاد. پل خشتی لنگرود که کماکان به دلیل موقعیت جغرافیاییش از لحاظ رفت آمد برای مردم این شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از آجر و ساروج و یک سطح میانی و دو بخش جانبی شیبدار تشکیل شده. عرض کلی پل 430 سانتی متر و محل عبور عابران پیاده روی پل را در مرمت اخیر با قلوه سنگ مفروش ساختند. پل دارای دو دهانه فراخ با طاق جناغی نسبتاً کند و دو موج شکن یا سیل برگردان در دو طرف پل برای کاستن از فشار آب در ایام افزایش سطح آب می باشد. سال 1036 خورشیدی برابر با 1657 میلادی، در گذشت ویلیام هاروی انگلیسی، کاشف جریان گردش خون و بنیانگذار طب نوین، که معتقد بود نمیتوان وظایف اعضای بدن را در جزوه‌ها و کتاب‌ها آموخت و برای شناخت آنها باید کالبد شکافی و تجربه کرد. وی وظیفه و عملکرد قلب را بدون کمک میکروسکوپ کشف کرد. هاروی تمام تجربیات خود را در یک جزوه 70 صفحه‌ای منتشر نمود، اما با انتشار این جزوه نفرت عجیبی در مردم برانگیخته شد، چرا که آنها عقیده داشتند قلب مرکز و جایگاه روح است و خون در کبد وجود دارد. ولی هاروی ثابت کرده بود که خون پس از گردش در قلب به تمام نقاط بدن می رود و همین امر هم سبب شد تا افکار او تا سالهای متمادی پس از مرگش نیز مطرود بماند. سال 1303 خورشیدی برابر با 1924 میلادی، در گذشت فرانس کافکا، نویسنده پوچگرای چکسلواکی که دکترای حقوقش را از دانشگاه پراگ گرفت و پس از مدتی راهی پاریس شد. کافکا نویسنده بزرگی است که عده‌ای به خاطر پیشگویی‌هایش به او لقب پیامبر دادند. در آثار کافکا به دلیل رنج و نفرت عجیبی که از زندگی گذشته‌اش داشت، دنیایی از پوچی، تناقض، بی‌هدفی به چشم می‌خورد و شیوه بیانش به صورت برجسته‌ای روشنی و صراحت دارد. هرچند کافکا در آخرین لحظات زندگیش وصیت کرد که همه آثارش را بسوزانند تا در گمنامی بمیرد، ولی همکنون اغلب انسان‌های جهان او را با آثاری همچون قصر، دیوار چین، گروه محکومین، مسخ و طبیب دهکده می‌شناسند.